خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از واکنش ها به رفتن و آمدن محمد جواد ظریف خواهیم گفت. و همینطور جدال عکس ها در دنیای سیاست. سلام های بهنود، تمام خبرهای هفته تحت پوشش در واقع استعفای آقای ظریف و برگشتنشون به کابینه بود، طوری که من فکر میکنم حتی خبرهای جهانی هم از جمله دیدار آقای ترامپ با کیم جونگ اون، تنش بالایی که بین پاکستان و هندوستان اتفاق افتاد و خبرهای ریز و درشت، همه تحت پوشش این داستان قرار گرفت. به نظرم میرسه که اصولاً دنیا و چه حالا فارسی زبان ها چه غیر فارسی زبان ها، رسانه های جهان هیجانشون بیشتر از داخلی ها بود. روزنامه های داخل وقتی استعفا اتفاق افتاد، بله تو صفحه اول نگذاشتن، ولی شاید براتون جالب باشه بگم که حتی یک نشریات اصلاح طلبی مثلا فرض کنید که اعتماد یا شرق، اینا به نظر میرسه که روز آخر هفته اکراه داشتن از اینکه خبر بیارن، و بنابراین خبر در حد یک خبر کوچیکی که در گوشه کنار صفحه اول آوردن، برگشت آقای ظریف فرض میکنم، ولی چند تا حادثه رو پوشوند. همونطور که شما میگین، یکی از ایرادایی که اصولگراها گرفتن به آقای ظریف که این چه موقع این کار بود، این بودش که جلوی اهمیت سفر ناگهانی بشار اسد به ایران رو هم گرفتی. بله، و در حقیقت اون خبر این خبر رو پوشوند، چون که همونطور که شما گفتین سفر ترامپ به ویتنام هم پوشوند. بله، بخواییم شروع کنیم با روزنامه اعتماد در اول هفته و ببینیم که هنوز خبری از هیچ کدوم از این اتفاقا نبوده. نه نیستش، ولی پیداست که در زیر بخش، یعنی قسمت های سیاست خارجی، داره اتفاقاتی میفته. یعنی بحث و گفتگوهایی که عموما تو روزنامه ها یا توی رسانه های مختلف ایران و جهان هست، اینها به هر حال اون پشت صحنه داره یک تغییر و تحولاتی میاره یا یه فکرایی داره واسه بلند گفته میشه. مصاحبه کرده که سایت با آقای صالحی، آقای صالحی وزیر خارجه سابق و رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی، مهمترین چیزی که میگه همین جمله ایست که سردبیر اعتماد انتخاب کرده. میگه که برای حل مشکلات منطقه‌ای باید کلید مذاکرات رو زد، و حتی با عربستان سعودی که به هر حال الان ردیف اوله کسایی است که هم کرده، باید مثل همه آدمایی که با هم دیگه اختلاف دارن بشینیم مشکلات رو حل کنیم. خب بریم سراغ روزنامه شهروند که یه مقداری مسائل اجتماعی رو بیشتر پررنگ کرده. آره، عکس اولش رو ببینین، عکس جالبیه. الناز شاکردوست در بغل مادر فائزه و شهاب، کسایی که فیلمو دیدن، شبی که ماه کامل شد مال خانم آبیار که اونم از فیلم های پرحاشیه جشنواره بود، مثل که مصاحبه ای کرده با مادر اون خانومی که نقشش رو الناز شاکرپور بازی میکرده، همونی که زن عبدالحمید ریگی شده بوده. اینن، و دوتا بچهش توی ماجرا دست داده و دوتا نوه براش مونده، و از قول نوهش هم میگه که نوه ها هم خیلی دوست داشتن که الناز خانم رو ببینن. این عکس هم عکس خوبیست. به حال مصاحبه اختصاصیه برای نشریه که میل کرده است به مسائل اجتماعی. خوبه این کناری خبری میبینین که بوی اجتماعی میده ولی کمی سیاسی است. خداحافظی با معرکه ثبت نام انتخابات. یادتونه که در انتخابات ریاست جمهوری دفعات متعددی است، یعنی تقریبا میشه گفت از بعد از 2 خرداد که این اصلا رسم عادی شده که آدم‌های مختلفی از چهره‌های جالب، بعضیشون کاریکاتوری، میان ثبت نام میکنن و به این ترتیب میان جلوی دوربین، و هیچ کسی هم نمیتونه جلوی فیلمبردارا و خبرنگارا رو بگه که از این سوژه های به این خوبی صرف نظر کنن. در نتیجه انتخابات که میشه، یا سطح شبکه های مجازی حتی در سطح جهان پر میشه از فیلم هایی که خیلی باعث اعتبار و آبروی سیستم انتخاباتی ایران نیست، به خاطر اینکه هر کسی دلش آره، بخواد هر کسی میاد و خب بعضیاشون اصلا خیلی فارسی خوب بلد نیستن حرف بزنن، اصلا سابقه کار سیاسی ندارن. بیا جمله رو تکرار میکنن. خب سوژه جالبی هم هست، یه کسی میاد میگه که این مسئله آب دهمون رو میخوام حل کنم، میخواد رئیس جمهورش مسئله آب دهشون رو حل کنه، مسئله مهمیه براش. خب ولی همه اینا اسباب یه نوع
حالا قراره مشکل حل بشه. حالا میگه که وزارت کشور یک طرحی، یعنی طرحی آورده که میتونه اجرا کنه که یکی از این ستاها رو داشته باشن، یا یک مبلغی که تعیین میشه به عنوان به اصطلاح پرداخت بکنن بابت این کار که به هر حال هزینه ای براشون داشته باشه، یا اینکه 10,000 نفر امضا کرده باشن یا یه حزبی معرفیشون کنه. بنابراین فقط اونها که میتونن بیان از اون خط رد شن. به این ترتیب داره جلوی اون فیلم های شوخی انتخاباتی رو در حقیقت میگیره. بریم روزنامه جوان رو ببینیم که بالای صفحه از ازدواج آسان رو در هیئت ها ترویج بدید اشاره کرده به صحبت های آقای خامنه ای که میگن که ازدواج های دیر هنگام و سخت، فرزند آوری کم و ترویج پدیده های زشتی همچون ازدواج های سفید از زمینه های در خطر قرار گرفتن نظام خانواده است. خیلی اشاره در واقع تشویق داشتن میکردن و از مداحان میخواستن که یک در نکوهش کنن ازدواج های سفید رو و به فرزند آوری بیشتر رو تبلیغ کنن. من مطمئن بودم شما از این خبر نمیگذرید. چیزی که برای من جالبه اینه که قاعدتا کسانی که میخوان با هم ازدواج سفید یا حالا به قول معروف ثبت نشده رو با هم دیگه اینطوری زندگی کنن، خیلی فکر نمیکنم برن در مجالسی که مداحان دارن تبلیغ حالا هرچی میکنن. به حال یه مشکلی است برای مایس. ببینید این وسط استعفای زمخت، زمخت رو در نقطه مقابل ظریف دیگه در حقیقت واکنش روزنامه جوان با اینم موافق و مخالف جوان بازی کردن. بله هر دوتا دیگه. الان ما داریم یکی از روزنامه هایی که به هر حال در هیئت مخالف دولت هستش رو میبینیم، کبرا آسوپار، زیر همین تیتر که میبینید استعفای زمخت نوشته بهد از ناگهانی بودن استعفا و آشفتگی از بیخبری درباره دلیل آن افکار عمومی رو به یک سرگردانی تحلیلی رساند. هزار یک شایعه و حرف و حدیث در نیمه شبی که شب شادی محور مقاومت در منطقه به دلیل دیدار پیروزمندانه رهبر انقلاب با رئیس جمهوری سوریه بود همه چیز رو تلخ کرد. این دیدار پیروزمندانه باید یه ذره تعریف بشه که دیدار پیروزمندانه چرا دیدار پیروزمندانه. به هر حال یک شایعه ای میگه که ظریف به دلیل بی اطلاعی از سفر بشار اسد به تهران استفاده داده، یکی دیگه میگه موضوع سر لوایح FATF هست و دیگری میگه ظریف با سفر بشار اسد به ایران مخالف بوده با علامت تعجب. شبی رو که باید به جشن پس از 8 سال جنگ با تکفیری ها میگذراندیم، از بهت رسانه های غربی پس از دیدن تصاویر بشار اسد در آغوش حضرت رهبر لذت باید می‌بردیم، سرگرم گمانه‌زنی‌های غیر واقعی در مورد قهر ضعیف شدیم. این به حال واکنش این طرفه. حالا واکنش اون طرف قبل از اینکه بخوایم بریم واکنش اون طرف رو ببینیم، شاید بعد نباشه اشاره کنیم که مثلا سیاست روز هم تو همین زمینه آقای ظریف رو به چینی بند زده اشاره در واقع میگه حساس میشه از آره و بعدش هم این که این دیگه یه چیز علسویه شده دیگه و یه چینی بنزده ایه که حالا الان هم که برگشته دیگه نمیتونه اون نقشه داشته باشه، ولی نگاه مقابل تونتر هم بود. یعنی روزنامه صبح نو نزدیک به آقای قالیباف اون تونتر هم رفت توی این مسئله، یعنی ایرادایی هم از نظر ادبیاتی بهش گرفته شد، ادبیات مطبوعاتی. به هر حال سازندگی دارید میبینید در نقطه مقابل اون طرف روزنامه به هر حال نزدیک به هواداران دولت هست، جناح اصلاح طلب، که شوک ظریف رو میگه در حالی که 24 ساعت از استعفای وزیر خارجه میگذره هنوز علت اصلیش روشن نشده و به هر حال این نگاهی بودش که از بین دو روایت، یه روایت اینی که دلگیری او بابت حضور آقای قاسم سلیمانی در جلسه هم با رهبر هم با رئیس جمهور هست که به خصوص با بشار اسد که به خصوص عکسی که منتشر، این که گفتم جدال عکسای کشینه، عکسی که منتشر شد از دیدار بشار اسد با آقای روحانی، آقای سلیمانی نه مثل پروتکل پشت صندلی بلکه اینطوری نشسته بود و این یه ذره از پروتکل دوره. به نظر من دلیلش اینه که او عربی میدونه و داشت سعی میکرد که بین بشار اسد و آقای روحانی به اصطلاح ترجمه کنه حرفایی که با هم دیگه رد و بدل میکنن. ولی به هر حال این دوتا عکس هم موجب بود، پس یک طرف اساس رو اونجا میدید،
یک طرف هم اشاره میکرد به دعواها و مسائلی در داخل دفتر رئیس جمهور. بنابراین اونها هم این رو مطرح میکردن. به همین جهت هم روزنامه آخر ببینی؟ بریم روزنامه بعدی، روزنامه دولت، یعنی روزنامه ایران. درست به دلیل همین روایت دومی که عرض کردم، تکریم دیپلماسی رو نتیجه این استعفا میبینه و این عکس رو، یعنی عکسی که رئیس جمهور آقای ظریف و چهره خندان آقای واعظی، به خاطر اینکه در اون روایتایی که جوان و کیهان و بقیه روزنامه‌های حالا تندرو یا اصولگرا گفتن، در اون روایت این بودش که مشکل اصلی در رابطه و تشکیلات دفتر رئیس جمهور به خصوص با محوریت آقای واعظی هست. این پایین هم به دیپلماسی بانکی در خدمت منافع ایران اشاره کرده که شاید بد نباشه به همین بهانه به حرف‌هایی که باز هم به خاطر واکنش‌های شدیدی که به استعفای آقای ظریف اومد ندیده گرفته شد. هم آقای روحانی هم آقای ظریف در مورد FATF حرفای بسیار تندی زدن. بله. آقای روحانی گفتش که بعضیا میخوان دور کشور، دولت و بانک‌ها دیوار بکشن که این اصلا امکان نداره، بعد با چمدون که نمیشه تجارت کرد. آقای ظریف هم در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی گفتن که یه بعضی وقتا یک سوالی رو 20 تا 30 بار از من میپرسن و من همون جوابو هی مجبورم تکرار کنم و باز هم قبول نمیکنن. این موضوع واقعش اینه که موضوع پیچیده‌ایه، یعنی در حقیقت موضوع بسیار پیچیده است. در این جور موارد احزاب موقعی که با هم دیگه قرار میگیرن اینطوری نیست که همه اعضا میرن میشینن شبونه عالم به اقتصاد و سیاست خارجی میشن و این قراردادها رو به زبانی که اون زبانم بلد نیستن میخونن و در نتیجه اشراف کامل دارن. نه، اعتماد دارن به یک گروهی، به یک اندیشکده‌ای، به یک فردی. حرف آقای ظریف هم دقیقاً آره، همین که بعد شما به اون میگی، بعد دیگه انقدر وقت نمیگیری. چون وقتی شما تجسم کنید که میرید تو جلسه مثلا مجمع تشخیص مصلحت و در اونجا افراد بر اساس تمایلات خودشون، مثل حرفایی که در نماز جمعه زده میشه، گفته میشه، عملاً متخصصین توش در میمونن. یعنی شما اونجا نگاه میکنید میبینید هر کسی که شغلی داشته است، شغل محوری که تو سیاست خارجی هم بوده، تو اونجا بدون توجه به جناح، مثل خود آقای لاریجانی و بقیه، همه موافقند، همه میفهمن که چرا باید موافق باشن، ولی بقیه افراد نیستند و نیستن و به قول آقای ظریف هیچ نوع سوال جوابی هم در بر نمیگیره. مقاله آقای بهشتی هم تو روزنامه ایران این پایین بود. یه چیزی هم که تو همین مورد آقای روحانی گفتن، میگفتن که من با مثلا رهبر ایران بارها تاکید کردن که موافق تصویب لوایح هستن، دولت لایحه رو داده، مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان تصویب کرده، خب کیه که مخالفه؟ خلاصه اینم داستانیه. اون طرفی ها جوابشون این استش که رهبر بررسی رو بلا مانع دونسته، یه بررسی داره. کیهان اومد حرف آقای روحانی رو اینطوری ترجمه کرد که آقای روحانی این بررسی رو ندیده گرفته. رهبر بررسی، یعنی مجلس، مجمع تشخیص مصلحت اینا بررسی کنن، این رو باش مخالفتی نداره، نه اینکه با اجراش مخالفت نداشته باشه. و از این بابت ایراد گرفتن به آقای روحانی که دقیق نقل نکرد. خب بریم برگزیده ها قانون رو آوردین که توقیف شد به خاطر مهمان ناخوانده. در حقیقت همین تیتر مهمان ناخوانده، چون وقتی این مطلبش رو دنبال میکنیم، توی این مطلبی که این پایین هم داریم آثارش میبینیم، تو مطلب در حقیقت خیلی این مفهوم مهمان ناخوانده رو باز نمیکنه. مطلب همون چیزیست که در بقیه روزنامه ها هم خوندیم در مورد اینکه به طور ناگهانی این سفر برنامه‌ریزی شده و آقای بشار اسد اومده و با آقای قاسم سلیمانی اونا رفتن ملاقات کرد، ولی بعدا گفته شد که توقیف شدن. به نظر نمیرسه که طول بکشه زیاد. بریم بعدی، مجله مثلث هست. مثلث خب میدونیم که مجله هفتگی جناح اصولگراست. این توجه داشته باشید که این شماره قبل از ماجرای آقای ظریف در اومده، ولی نشون میده که حواسشون جمع هست اون جناح، یعنی کاملا پیداست که رقیبن، بنابراین رقیب باید مواظب ارده رقیب باشه. خبر دارن که گویا یه چیزایی سر جاش نیست. بله. هنوز قبل از این مصاحبه، که مصاحبه است که با آقای تخت‌عراقچی، تخت روانچی و نویسه، این دو تا
رو با هم دیگه قاطی میکنم، آقای طبرخانچی از آدمای خیلی جا افتاده قدیمی وزارت خارجه هست و خیلی صاحب اعتبار، ساکت، بی سر صدا و دقیق. تو هیئت مذاکره کننده برجام هم میدونید که ایشون بودن و در بسیاری از جلسات. و حالا از این مصاحبه ما اینطوری میفهمیم که اون بخشش که اداریه عرض میکنم، بقیش خواهش میکنم شما هر نکته که جالب بود بگید، میفهمیم که دفتر رئیس جمهور یک معاون سیاسی برای دفتر میخواسته، البته سیاسی معنی سیاست خارجی، آقای واعظی، که آقای واعظی که الان رئیس دفتر هست و خودش وزارت خارجه ای هست، با وجود اینکه علوم ارتباطات و مخابرات خونده و اول انقلاب هم تو مخابرات و مدیر عامل مخابرات اینا بود، ولی بعدن رفت وزارت خارجه، سالهاست وزارت خارجه، نزدیک 30 سالی که تو وزارت خارجه بوده و تقریبا بالاترین سمت‌ها رو زیر وزارت داشته. آقای واعظی که الان شده رئیس دفتر میخواسته است که یک معاونت سیاسی برای دفتر درست کنه، پیشنهاد کرده ایشون رو، آقای ظریف هم موافق بوده، بنابراین ایشون حالا رفتن دیگه به ریاست جمهوری. جواب‌هایی که آقای تخت‌روانچی دادن در این مصاحبه که بسیار مصاحبه مفصلی هست نشون میده که کاملاً با یک دیپلمات سر کار داریم و سوال‌ها نسبتاً خیلی راحت و دقیق پرسیده شده، به یه جاهایی رفته و گفته که من مثلا می‌خوام این چیزا باز بشه، ولی خب آقای تخت‌روانچی بسیار دیپلماتیک جواب دادن. در مورد همین که ایشون از وزارت خارجه رفتن به دفتر رئیس جمهوری، ازشون پرسیده که مثلا دکتر ظریف مقاومتی نکردن که شما رو از دست بدن، میگه سال‌ها با آقای دکتر ظریف از نزدیک کار می‌کردیم، از زمان دانشجویی با هم بودیم، در این چند سال در برجام با هم نزدیک بودیم، گفتگوهای بین اینا رد و بدل شده، حقیقتش نمیدونم نه کنجکاوی کردم. همینطوری این مصاحبه ادامه داره، بعد میرسه به داستان این که چقدر آقای روحانی اهل مشورت، اونم باز جواب بسیار دیپلماتیکیه که آقای روحانی خب 40 ساله در طول جمهوری اسلامی سمت‌های خیلی بالایی داشته، مسئولیت‌های مختلف داشته و در واقع تو شورای امنیت نفر اول مذاکره کننده بوده و خلاصه آخرش ما نمیفهمیم که آقای روحانی اهل مشورت هستن یا نیستن. بعد اشاره میکنه به این که میگه که مصاحبه کننده میپرسه که میخوام که به سوالات سریع‌تر جواب، طرح سوالات سریع رو بپرسم، و بعد اشاره میکنه به همین داستان آقای واعظی، میگه که میگن که دکتر واعظی آقای رئیس جمهور رو کانالیزه کرده و مثلا اگر کسی بخواد آقای روحانی رو ببینه باید حتما آقای واعظی قبول کنه. بعد میگه که این که باید از کانال دفتر رد بشه با این که این کانال کانال سانسوره خب متفاوته. بعد یه سری به قول معروف توضیحاتی میدن. بعد دوباره میگن که از وقتی که آقای واعظی اومده تو دفتر اختیارات آقای جهانگیری کم شده. خلاصه مصاحبه بسیار جالبیه، علارغم تمام حرفای دیپلماتیکی که میزنه توی این روند مصاحبه آدم شاید یه ذره به دفتر رئیس جمهوری ایران نزدیکتر بشه و روابطی رو که اونجا در جریانه رو بالاخره یه نگاه جدیدتری بهش داشته باشه. دیپلمات دیگه. بله. بله. بریم سراغ مجله ها و چلچراغ با عکسی از هوشنگ ابتهاج. ببینید شروع کنیم با اون، به خاطر اینکه در هفته گذشته که زادروز آسایه بود، خب پرداختند بی بی سی هم چنان که دیدید پرداخت به این موضوع، مجلات مختلف ادبی تهران هم پرداختن، طبیعتاً چلچراغ زودتر از بقیه چون هفتگیه، چند تا مطلب خوندرین داره چلچراغ. این به اصطلاح مطلب اصلی که سهیل عابدینی نوشته، به نظرم آسمان تو چه رنگ است امروز، این شروع ارغوانه، میگه که برای مصاحبه با پیر پرنیان‌اندیش، اسم کتاب آقای، یعنی در حقیقت کتاب میلاد عظیمی درباره آقای سایه، گفتگوهایی که چند سال کردن با هم دیگه منتشر شد، میگه که وقتی برای مصاحبه با او تلفن میکنم میدونم که مصاحبه نمی کنه، برای همچنان بهشون میگم میدونم که مصاحبه نمی کنید، میگه خب شما که میدونید پس باید چی اومدین؟ اینجا شروع میشه این نوع اصولا برخورده آجیل با کربت همیشه با لحن مهربانی گفته میشه. میگه که میگم که برای تولدتون یه پرونده‌ای داریم، شما هم از حرفای
دوستان بزرگوارتون مثل دکتر شفیعی و دکتر مرسا کاخی و اینها شما رو میشناسیم. گفت خب با همون دوستان مصاحبه کنین، عکسشون رو بزرگ بزنین اونجا، عکس من هم کوچیک بزنین بقید. بعد خلاصه این همونطور میگه و اینا. بعد آخر سر آقای سایی که در این زمان در کلن هست میگه که به حال این پول تلفنتون هم داره زیاد میشه، بنابراین میخواید که بذاریم فردا. خلاصه میگم اینطور که به نظر میاد این هستش که بزرگان وقتی از جایی گذر میکردن به دار مشایخ اون دیار میرفتن. مثلا ناصر خسرو از دیدار قطران تبریزی میگه، یا جای دیگه ابوالعلای معری رو توصیف میکنه. حالا چرا با ما مصاحبه نکنی؟ میگه که من نسبتی با ناصر خسرو و بزرگان دیگه ندارم. بعد هم اینکه جهان اونها با جهان ما فرق داره، میشستن توی شهر کوچیکی با دو نفر با هم دیدار میکردن، الان شما حرف بزنین در تمام دنیا منعکس میشه، زمانه فرق کرده. اگر ناصر خسرو هم بود از دست شما در میرفت، اصلا از دنیا میرفت. یه شعر منتشر نشده از آیب تاجم اینجا میاره: در آن زمان که من درخت بودم زبان زندگی چه ساده بود، به یک اشاره با ترانه های برگ را به شب نشینی ستاره های شاد میرساند، و ابر گریناک اگر دلش ز تشنگی خاک می گرفت سر به دوش کوه می گذاشت. در آن زمان جوانی درخت گمانی از تبر نداشت. خب بریم آنگاه رو ببینیم. خب آنگاه اون کرانه های عامه پسندی، دیدید که معمولا آنگاه از اون قبیل مجلاتی هست که اگر ما به دستمون نگیریم یا یه ذره تأخیر کنیم در نشون دادنش، سر صدای بینندگان شما هم در میاد. این مجله یگانه است که در میاد و همطور که چند بار گفتم الان دیگه شده شماره چندم، شماره هشتم هست. میبینید اون بالا من مجله پروپیمونی همیشه یک موضوعی رو، یک سوژه رو میگیره و این دفعه سوژهش چیه گفتین؟ کرانه های عامه پسندی. من اولش یه ذره فکر کردم این کرانه ها چی میتونه باشه. این کرانه های عامه پسندی در حقیقت حالا عامه پسندیه دیگه. حالا آیا عامه پسندی همون به اصطلاح ابتذال هست؟ یه سوالی است که اتفاقا موضوع مهمی است. همین اول آرش تنهایی سردبیر در مقدمه می نویسه که چرا این موضوع برش مهمه. بعد تو گفتگوی میکنه با آقای حسین پاینده که استاد نظریه و نقد ادبی هستن، درباره اینکه این کرانه های این کجاست، یعنی این عامه پسندی از کجا تا کجا کشیده میشه. بعد مطلبی راجع به مقاومت فرهنگی داره که خیلی خوبه: ایستادن میان دو سنگ آسیای ادغام و انزوای. گفتگویی است با مراد فرادپور کرده، به خصوص که اشاره میکنه به سوابقی، به گفته هایی ما رو به یه جای قدیم میبره، اوایل انقلاب، قبل از انقلاب. چرا عکس فردین روی جلده؟ آره، به خاطر اینکه یکی از فصولی که توش میبینین، حالا غیر از اینکه گفتگویی هم با شهریار قنبری داره درباره ترانه به خصوص، تا اینکه میرسه به خود آقای فردین، واقعا بهشون تبریک میگم. فاتح صحبا که این مطلب رو نوشته، کسی که مثل هیچ کسی نیست، درباره سلطان قلب ها مخصوص آقای فردینه، اینکه روی جلد گذاشتهش در حقیقت خیلی تعریف خوبی است برای این موضوع. و در این حال خط میانه عامه پسندی رو هم با سطح جامعه نشون میده که به نظر من خیلی خوبه. خب بریم کارتون آخر رو ببینیم از هادی حیدری. لازم به چیز نیست دیگه، لازم به تشریح نیست واقعا. یعنی صاحب دارن، یکی داره با نفت ویولون میزنه، سفره هم که خالیه. آره، صاحب نفت سفرهش خالی است. بله بله. خب مطلب آخری که آوردین طنز این هفته چیه؟ میخواید از طنز وقت داریم مگه؟ بفرمایید شما. آره، پوری عالمی توی شرق نوشته بود که میخوام نحوه ساخت تلویزیون رو یادتون بدم. چشم روشن مردانه 6 جفت، هر شبقه 1 جفت. کرشمه مردانه 67 مورد. چند نفر که حس کنن خیلی خوشتیپ هستن و نظر خاصی نداشته باشن، و هرچی رو کاغذ بنویسی دستشون بخونن، اینا به اندازه کافی. کاغذ الگو یا بوردا 700 متر، دو شاخه یک عدد، اینا باهاش میشه تلویزیون ساخت. میگه خب عزیزانم، برای ساخت تلویزیون و صدا و سیما همین مواد کافی است. همین مواد رو بریزید تو هم، قاطی کنید، یعنی یه حبه ممرزا گلزار، یه نوک قاشق حمید گودرزی رو خوب هم میزنیم تا با هم قاطی شن.
بعد اینها رو میذاریم تو آفتاب تا خشکن، بعد ماهواره روشن میکنیم ببینیم خارجی ها دارن چیکار میکنن. هر برنامه خوبی که بود کاغذ بوردار رو سریع میندازیم رو اون برنامه، از روش کپی میکنیم، بعدم با یک دانشمندی قرارداد میبندیم که این همین برنامه رو بسازه. حالا توجه کنید که باید بزنید ماهواره فارسی زبان و ببینید اونا دارن چیکار میکنن. بعد برنامه خبری، برنامه تحلیلی، برنامه آپارات، نوبت شما و کلا هر برنامه‌ای که در من و تو بی بی سی شروع شد شما یک کاغذ بوردا بذارین رو روش تقلید کنید. ممنون آقای بهنود و مثل همیشه ممنون از شما. تمام راه‌های تماس ما براتون بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره برنامه‌های بی بی سی فارسی رو حتما برامون بفرستین. راه تماس رو دارید روی صفحه تلویزیون می‌بینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما به آدرس @bbc شما و یا به آدرس توییتر bbc دیدبان بفرستید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی می‌کنم. تا هفته آینده شب و روزتون خوش.